حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با حضور در ستاد فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مدت 2 ساعت از نمایشگاه دستاوردهای این نیرو بازدید کردند. این صفحه اول ماست. انشالله با استفاده یعنی عملیات شدن این خودش کاربری های بسیار زیادی داره. انشالله در آینده نزدیک میرسیم به 50 و 60 هزار. در این نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در زمینه‌های طراحی و ساخت پهپادها، سامانه‌های موشکی ضد ناو و بالستیکی و ضد سپر موشکی، سامانه‌های پدافندی و انواع رادارها و مراکز کنترل فرماندهی به نمایش گذاشته شده بود. بخش مربوط به پیشرفت‌ها و دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه در عرصه ساخت و طراحی انواع پهپادها اولین سالانی بود که فرمانده کل قوا از آن بازدید کردند. در این قسمت پهپادهای شاهد 129، شاهد 125 و شاهد 121 و سیستم‌های هدایت و کنترل و موتور پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور که به دست متخصصان و کارشناسان داخلی طراحی و ساخته شده اند ارائه شده. نمایش پهباد فوق پیشرفته و رادارگریز RQ-170 غنیمتی و ساخت مدل بومی آن از مهمترین بخش‌های این نمایشگاه بود. متخصصان نیروی هوافضای سپاه در مدت حدود 2 سال توانستند پهباد فوق پیشرفته RQ-170 آمریکا را مهندسی معکوس کنند. تو مرحله اول بعد از اینکه پرنده به غنیمت گرفته شد، تسخیر شد، ما اطلاع زیادی از پرنده نداشتیم، از معماری داخلش، رایانه‌ای که داخلش هست، اجزاش، ولی به سری حافظه هارد هایی که در دسترس بود میشد شناسایی کرد، اونا رو دسترسی پیدا کردیم و سعی کردیم در مرحله اول این داده ها رو بازیابی کنیم. شاید مشابه کاری که بعد از تسخیر لانه جاسوسی انجام شد و عزیزان سعی کردن که اون اطلاعات رو یه جوری بازیابی کنن، از خب با چند تا تفاوت اصلی دیگه. اینجا ما حتی جنس اطلاعات هم نمیدونستیم که حتی دنبال چی داریم میگردیم و خدمت شما ارز کنم اونجا فقط به هم ریختگی اطلاعات داشتیم، ولی اینجا بحث کدینگ و رمز رو داشتیم. ما فضل خدا واقعا شامل حال ما شد که تونستیم این مرحله رو رد بکنیم. دیتایی که از اینجا توی این مرحله استخراج شد شامل تصاویر ویدئویی بود که نمونهش رو مشاهده می‌فرمایید و تصاویر فراتیفی که عزیزان همکاران بجرد. این مال پاکستان. بعد حجم زیادی از این اطلاعات بوده، همه محتوای این هارت‌ها رو کاملا این دوتا هارت کاملا اطلاعاتش کاملا شناسایی شد و همه‌شو متونستی بفهمیم که چی. بخشایش اطلاعات ذخیره شده بوده، بخشایش مربوط به مدیریت پرواز، مدیریت پروازش یعنی نحوه هدایت هواپیما شد، یه پیچیدگی خاصی داره. یه مجموعه 3 کامپیوتره با هم دیگه، یه بردای پردازشی ستایی با هم دیگه بودی که به عنوان کامپیوتر پرواز شناخته میشه، کامپیوتر محموله ویژه و کامپیوتر ارتباطات لینگای ماهواره‌ای بوده و این کامپیوتر کاملا خاص منظور است، برای همین موضوع طراحی شده. سالان مربوط به موشک‌های ضد ناو و بالستیکی نیروی هوافضای سپاه دومین قسمتی بود که فرمانده کل قوا از آن بازدید کردند. در این بخش انواع موشک‌های زلزال، خلیج فارس، زلزال بارشی، هرمز 1 و 2، کروز، فجر 5، رعد 301 و سجیل که مراحل مختلف تولید آنها از ایده تا تولید به دست متخصصان داخلی انجام شده است، ارائه شده بودند. همچنین امروز با حضور حضرت آیت الله خامنه ای از سامانه پدافندی 3 خرداد که به دست متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است رونمایی شد. این سامانه پدافندی که طراحی و ساخت آن 1.5 سال طول کشیده، دارای برد 50 کیلومتر است و همزمان 4 هدف را رهگیری و همزمان 8 موشک را شلیک می‌کند. سامانه پدافندی تبس، مرکز کنترل فرماندهی، انواع سامانه‌های پدافندی رعد 1 و 2 و انواع رادارها از دیگر دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه بود که در نمایشگاه ارائه شده بودند.
انواع رادارها از جمله رادارهای بشیر و کاوش، مراکز کنترل فرماندهی و جنگ الکترونیک از دیگر توانمندی‌های نیروی هوافضای سپاه بود که مورد بازدید رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. رهبر انقلاب اسلامی بعد از بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سخنانی در جمع فرماندهان عالی سپاه و ارتش و تعدادی از فرماندهان و متخصصان و کارشناسان نیروی هوافضای سپاه بازدید از این نمایشگاه را بسیار شیرین و فراموش نشدنی خواندند و تاکید کردند: شما دارید به ما نشان میدید و ثابت میکنید که ملت ایران استعداد و توانایی ورود در میدانهای دشوار را و میدانهایی رو که دشمنان خواستن ممنوع الورود کنند ما رو در اون میدانها، این توانایی رو داره. ما بنده به عنوان یک مسئول در کشور و مسئولین کشور باید این پیام رو درک کنیم. این مهمه. من متاسفانه میبینم در خیلی از بخشها مدیران ما این پیام رو نمیتوانن بگیرن، پیام توانایی را، پیام اقتدار را. ایشان با اظهار گلایه از توجه جدی نکردن برخی مسئولان به پیام اقتدار و توانایی درونی خاطر نشان کردند. متاسفانه در برخی از بخش‌ها مدیران ما این پیام را درک نمی‌کنند. رهبر انقلاب اسلامی استعداد، توانایی و عزم را مهمترین عامل اقتدار دانستند و گفتند در طول سالهای گذشته در هر بخشی که بر آن متمرکز شدیم و عزم صاحبان عزم را متوجه آن کردیم به نتیجه رسیدیم. حضرت آیت الله خامنه ای افسودند: هر بخشی را که ما مورد توجه قرار دادیم، به سمت آن رفتیم، عزم صاحبان عزم را و صاحبان استعداد را متوجه اون نقطه کردیم، به نتیجه رسیدیم. نمونش همین نمایشگاه امروز و نمونه های دیگری در بخش های مختلف دیگر. توصیه من همیشه به مسئولین اینه، میگم در کار سیاست خارجی، در کار مبادلات بین المللی، در مسائل گوناگون هر چه تلاش و ابتکار هست به خرج بدید. من موافق با تلاش و ابتکار و پیشرفت و مذاکره و از این حرفا هستم، منتها اینها رو گره نزنید به نقاط نیاز و ضعفی که امروز تصور میکنید در کشور هست. مثل مسئله تحریم، مسئله تحریم رو جور دیگری حل کنیم. کشور کشور توانایی است، ما استعداد داریم، انسان‌های لایق و برجسته و پیشرو داریم. رهبر انقلاب اسلامی نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه را نمونه‌ای عملی از استعداد و توانایی ملت ایران و جمع کردن عزم صاحبان عزم و توانایی پیشرفت در کشور دانستند و خاطر نشان کردند: باید بدانیم که می توانیم. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه عمده مشکل ملت ها اطلاع نداشتن از توانایی خود است، افزودند: مشکل ملت ایران تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این بود که نمی دانست می تواند، همانطور که امروز هم هنوز برخی نمی دانند که می توانیم. ایشان مجموعه جوان و مبتکر نیروهای مسلح را الگویی برای همه بخش‌های مختلف کشور دانستند و گفتند: ما در زمینه‌های اقتصادی نیز می‌توانیم با تکیه بر توانایی‌ها و استعدادهای درونی خود بسیاری از گره‌ها را باز کنیم و در قبل هم این موضوع تجربه شده است. رهبر انقلاب اسلامی دلیل اصلی دشمنی‌ها را استقلال ملت ایران و پایبندی به اسلام و قرآن خواندند و افزودند: اسلام و قرآن ملت‌های مسلمان را به ایستادن بر روی پای خود و تکیه بر هویت اسلامی انسانی
و حسن ظن به خداوند متعال و تسلیم نشدن در مقابل ظلم و غارتگری زورگویان بین المللی دعوت می کند. بنابراین تا وقتی که ملت ایران بر اسلام و قرآن و هدفهای والای خود پای می فشارد، دشمنی های جبهه استکبار ادامه خواهد داشت. حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند جبهه استکبار تلاش دارد تا ملت ایران را به زانو درآورد و وادار به عقب نشینی کند، اما قطعا به این هدف نخواهد رسید. ایشان با اشاره به اظهارات غیر عاقلانه و غیر هوشمندانه طرف غربی در مذاکره با ایران، به خصوص تأکید بر محدود شدن توان موشکی کشور، خاطر نشان کردند. روی مسئله موشکی کشور تکیه میکنن، توقع محدود کردن توان موشکی کشور رو دارن، در حالی که خود اونها مرتب تهدید نظامی میکنن. خب این یه توقع احمقانه است. اگر میخواهید محدودیت موشکی رو مطرح کنید، انقدر دیگه به ظاهر به صورت علنی تهدید نظامی نکنید. از یک طرف تهدید نظامی، از دیگر طرف درخواست و توقع محدود کردن توان دفاع. این احمقانه نیست؟ ابلهانه نیست؟ این کاریست که مخالفین ما دارن میکنن. این حرکات غیر عقلایی نشون میدهد که در این برخوردها و تقابلها هم طرف مقابل قطعا شکست خواهد خورد. رهبر انقلاب اسلامی گفتند نیروی هوافضای سپاه باید کارها و برنامه‌های خود را با دقت به پیش برد و به حد کنونی نیز راضی نباشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر اینکه نیروی هوافضا باید تولیدات خود را به مرحله تولید انبوه برساند، خاطر نشان کردند این موضوع یک وظیفه است و همه مسئولان نظامی باید در این جهت تلاش کنند و مسئولان دولت نیز پشتیبانی از این موضوع را باید جزء وظایف اصلی خود بدانند. ایشان با اشاره به ادامه پیشرفت‌های دشمن همزمان با پیشرفت‌های کشور افزودند باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که فاصله ها کم شود و در مواردی هم که فاصله ها کم است از طرف مقابل پیشی بگیریم. فرمانده کل قوا در پایان سخنان خود این نکته را متذکر شدند که باید در کنار تکیه بر استعدادهای درونی و بالفعل کردن ظرفیت‌ها و استعدادها از خداوند متعال نیز کمک گرفته شود و هیچگاه از درخواست برای مدد و هدایت الهی غفلت نشود. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، سردار سرتیب حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گزارشی از دستاوردهای این نیرو در عرصه های موشکی، پهپادها، هدافندهای هوایی و رادارها و مراکز کنترل فرماندهی ارائه کرد و گفت متخصصان و کارشناسان نیروی هوافضای سپاه بر تحریمها و موانع فنی و تکنیکی فائق آمدند، به گونه ای که امروز توان موشکی ایران در رتبه اول منطقه و در رتبه هفتم جهان است. وی تاکید کرد نمایشگاه امروز بخش کوچکی از توانمندی های پاسداران اسلام و کشور است و اگر دشمن دچار هر گونه خطا و اشتباهی شود، درس های فراموش نشدنی به او داده خواهد شد. سردار حاجی زاده افزود نیروهای مسلح در بخش نظامی با بهره‌مندی از تدابیر فرماندهی معظم کل قوا از تحریم ها عبور کردند و امید است سایر مدیران و افسران عرصه اقتصاد مقاومتی نیز بتوانند با الگو گرفتن از این شیوه های موفق بر تحریم ها و تهدیدهای دشمن غلبه کنند. همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای ورود به ستاد فرماندهی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور بر مزار شهدای گمنام ضمن قرائت فاتحه برای شهدای دفاع مقدس علو درجات مسئلت کردند. مورد دیگه
در تصویر مشاهده می‌فرمایید مربوط به ناو هواپیمابر آمریکایی به نام آبرام لینکن به شماره 72 در حال خروج از منطقه خلیج فارس می‌باشد. این پهپاد ایرانی است بر فراز ناو آبرام لینکن. دقت رصد این پهپادها که برخی از آنها امروز در این نمایشگاه در انواع اطلاعاتی و رزمی دیده شدند یکی از دلایلی بود که آیت الله خامنه ای در پایان بازدید امروز بگوید: امروز برای بنده روز بسیار شیرین و انشاءالله فراموش نشدنی بود و خواهد. میانگین سنی کسانی که اینجا حضور داشتند و بنا به دلایلی نمی‌خواستند تصویری از آنها به نمایش گذاشته شود بسیار جوان بود. با این حال در بین همراهان رهبر انقلاب افراد سرشناسی همچون قاسم سلیمانی نیز دیده می‌شدند. اما شاید جذاب‌ترین بخش مراسم امروز رونمایی از RQ-170های ایرانی بود. به نظر می رسد از فردا این اتفاق و این مهندسی معکوس بازتاب های وسیعی در رسانه های جهان داشته باشد. اصلاحی زمین اینجا انجام بده انشالله بعد از این نمایشگاه تست پروازش انجام میشه. پرنده ای هست که قادر خواهد بود شناسایی عمیق بکنه و کار رزمی عمیق. تخره ماموریت های اطلاعاتی این پهپاد خیلی مهمه. RQ-170 حالا به زودی اولین پرواز خود را تجربه می کند. برخی از بخش‌های صنایع نظامی ایران در کارگاه‌های کوچک ساخته می‌شوند و سازندگانشان معادلات تحلیلگران آمریکایی را برهم می‌زنند. یقین دارم که ایرانی‌ها اکنون نمی‌توانن از این هواپیما کپی برداری کنند، چون که هواپیمای مذکور بسیار پیچیده است. اما گرچه از آذر ماه 90 تا امروز رمزگشایی طول کشیده و باز گرچه هنوز راه برای تولید انبوه مانده، اما مهندسی معکوس صورت گرفته است. همونطور که تاکنون گفته شد، ما خواستار بازگرداندن این هواپیما شدیم و منتظر هستیم که ببینیم پاسخ ایرانی‌ها چه خواهد بود. اوباما شاید حالا توجه شده باشد نباید چیزی را در ایران جا بگذارد.